از صد راه خود بردارد. در بسیار رقابت ها پهلوانان ازبک برای پهلوانان ما البته پهلوانان خیلی سرسخت هستند، پهلوانان پرقوت هستند، ولی روز گذشته امامعلی نورعلی یک پهلوان ازبک را در فینال شکست داد. اینجا خیلی عالی شروع کرد پهلوان ما و موقعیت خیلی خوب را اشغال کرده است و می تواند که حریف را یا بغی کند یا در زمین استوارانه نگه دارد. علاکه این حساب می شود و او باید نمی گذاشت که حریف از چنگالش رها می شد. حداقل امتیاز وزری را به دست می آورد. 10 ثانیه حریف را بر زمین نگاه می داشت. این البته بر سود او بود. پوک نیست. در دقیقه های اول پهلوان ما خوب شروع کرد. هنرش خوب است. اگر همین پهلوان ازبکستانی را شکست دهد دیگر در گروهی که مسعود احمدزاد جایگیر است دیگر پهلوانان سرسخت و ارزنده و پرقوت نیستند، پهلوان کم تجربه هستند و اینجا به خاطر نادرست داشتند، غیر قاعده عمل کردند. به هر دو داور بانو آگاهی داد. فاروق صابیروف آنجا نشسته است، مربی مسعود احمدزاد، و برایش توصیه می دهد. البته برای مربیانی که شاگردان را تیار می کنند و بعد چنین مسابقه های سطح بانفوذ می برند و نتیجه به دست می آورند، خیلی البته روحیهشان بلند می شود. براو، انا این را پرتاخ می گویند، آفرین، این را ایپون می گویند. دوستان عزیز، مسعود احمدزاد خیلی با یک اصول اگر گویم غیر عادی حریف رو مغلوب کرد و حتی حریف ازبکش پای نبرد که پهلوان ما چگونه پرتاف کرد و مسعود احمدزاد راه خود را به دور 4-1 نهایی برد. واقعا هم رقابت ارزنده این پهلوان ما در اینجا مشاهده شد. ما امیدواریم که پهلوان ما یک نتیجه ارزنده را از این مسابقات به دست می آورد.